جلسه یه هفتگی دفتر مرجعیت شیعه آیت الله عظما صادق حسینی شیرازی مدزلو در شهر کابل برگزار شد به گزارش شیعه ویز به نقل از کانال تلگرامی دفتر معظم الله در کابل این جلسه با حضور علما اساتید طلاب و عموم شیعیان اهل بیت علیهم السلام همراه بود این مراسم با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد و با مداحی مداح مدداه اهل بیت علیهم السلام آقای طاهری ادامه یافت سخران این مجلس حجت الاسلام و المسلمین های شیخ جاوید با اشاره به مسئولیت مؤمنین در زمان حال گفت مسئولیت ما در این زمان بسیار سنگین است زیرا عملا ما درگیر جنگی مذهبی هستیم و همه مکتب های منحرف در مقابل مکتب اسلام به مبارزه برخواستند تا مؤمنین و شیعیان را از راه درست و اصلی دور نمایند وی ادامه داد در قدم اول باید حق را شناخت و از آن دفاع نمود مسئولیت زمین سازی چنین برنامههایی به عهده علماست و به لطف حضور نمایندگان مرجعیت شیعه این زمینه برای شما مؤمنین فراهم شده است ایشان در ادامه افزودند جاهلان بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله اهل بیت علیه السلام را از قرآن جدا کرده و نگذاشتند که مفسران واقعی قرآن ادامه دهندهی راه اسلام و ادامه دهنده فرمایشات پیامبر صلی الله علیه و آله باشند ایشان افزودند کسی که امروزه منحرف است و انتحار و انفجار می کند دلیلش دوری از روایات و فرامین اهل بیت علیه السلام است